سلام به یه ولاگ دیگه با من خوش اومدید. تو این ولاگ من دارم میرم روم ایتالیا. اینجا هم تو فرودگاه دارم میرم که سوار هواپیما بشم. ما از برلین رسیدیم روم. الانم تو تاکسیم داریم میریم هتل. اینجا مسیر فرودگاه تا هتل و بعدش هم تا رسیدیم چمدونامون رو گذاشتیم و اومدیم تو شهر قدم بزنیم و یه غذای پیدا کنیم برای خوردن، چون تقریبا ساعت 12:00 اینطورا بود و جایی هم که می‌خواستیم بریم و خواهرم تو اینستاگرام دیده بود که پاستاهای خیلی خوشمزه‌ای داشت. مسیرش هم به همین قشنگی بود که می‌بینید. اینجا یه جاییه که ما تو اینستاگرام دیدیم خیلی باحاله، اومدیم پاستا سفارش بدیم. همینطور که میبینید خیلی جای کوچولو موچولویه و اصلا فنسی و لاکچری و اینا نیست، ولی خب باحال بود دیگه. آدم میاد که جاهای محلی و معروف و اینا رو امتحان کنه تو سفر. دیواره با نمکه، کلن کتیه. اینا چیزایی هن که من یکم ازشون امتحان کردم و واقعا خوشمزه بودم. سلام به بلاگ من خوش اومدید. شوخی کردم بابا، بلاگ مهرانه. سلام به بلاگ من خوش اومدید. امروز ما تو روم، امروز اول سفرمونه، داریم همینجوری میخواییم راه بریم تا جاهای دیدنی رو پیدا کنیم و قهوه بخوریم و بستنی و ژلاتو و اینا. بریم ببینیم که چی میشه. با من یکم تو خیابونای روم قدم بزنید. همینطور که میبینید کلن ساختمونا و اینا خیلی قدیمیه، خیابونا قدیمی، ولی خیلی وایبش خوبه، فضاش باحاله، کلن کافه ها شلوغ زنده است. من که خیلی دوست داشتم. تو روم قدم به قدم از این مغازه های چرم فروشیه، ولی خب من یکم واقعا مشکوکم که همه اینا چرم هست یا نه. خدا میتونه. اینجا که میبینید میدون جلوی باسیلیکاه، کلن یک کلیسا خیلی قدیمیه که تو قرن 16 میلادی ساخته شده. طراحش هم که میکلانشه. ما داخلش رو نرفتیم ولی فضای جلوش خیلی باحال و باشکوه بود کاملا. چون هم که میبینید از این کلیسا یک چیز زیادی نمونده، کلن خرابه هاش باقی مونده. اینجا هم واقعا خوشگله. چقدر هم اینجا موتور زیاده. اینجا کامل بوی شیراز و بهار نارنج و اینا رو میده، به خاطر اینه که پر درخت بهار نارنج دیگه. خیلی خوبه، یعنی اول تا آخر اینو همینجوری داریم راه میریم میکشیم داخل. یکی از بهترین بوهایی که واقعا یه خیابون میتونه بده همین بوی بهار نارنج. تو روم خیلی زیاد بود این بو و ما خیلی سعی کردیم که عطرشو پیدا کنیم، عطر طبیعیشو، ولی گفتم فصلش هنوز نرسیده، یعنی یکم بعد میتونن اصاره اینو بگیرن. همینطور که ما داشتیم تو شهر قدم میزدیم من این رستورانو پیدا کردم که ریویوهاش خیلی باحال بود و کلا معروف بود به اینکه پنینیای خیلی خوبی داره. فضای داخلش هم خیلی باحال بود. منتظر غذاییم. اینجا هم وقت غذا خوب آدم دوست دارم همش گشنه شه. برای این عکس سمت چپ خواهرم منو خندون و این اپرال دماغ من در اومد. غذای ما رسید، واقعا چیز خوبیه. یکی از معروف‌ترین جاهایی که روم داره و تو قرن 18 ساخته شده این تروی فاونتینه که واقعا با شکوه و خوشگل. خیلی شلوغ بود ولی واقعا ارزش دیدن داشت و کنم به حوضچه عشق و اینا هم معروفه که آرزو میکنن و توش سکه میندازن. اینجا یکی از معروف‌ترین بستنی فروشی های رومه که کلن یه دیوار شکلاتی داره، امیدوارم راست باشه، ولی خیلی شلوغ بود و ما ترجیح دادیم که اینجا بستنی نگیریم چون هم صفش زیاد بود، همین که کلن جای خوبی نبود برای خوردن دیگه. ولی دیدن توش واقعا خالی از لطف نیست. خیلی شکلات فروشی مشهوریه، کلن مثل آثار باستانی همه جاش دیگه. Thank you.
اینجا همین ساختمون است که ما اومدیم داخلش و فکر کنم یه نمایشگاه باشه اینطوری که معلومه. بریم ببینیم چه خبره. مرسی از نظرتون. همینطور که داشتیم راه میرفتیم رسیدیم به این ساعت فروشیه که واقعا آدم هیپنوتیزم میشه داخلش رو نگاه میکنه، ولی طرحش خیلی جالب بود، گفتم به شما هم نشونش بدم. اینم اسمشه که کلن انگاری همه چی سرامیکی بود. به نظرم روم واقعی تو این خیابونا بود، کاملا انگار از توی یه فیلم گرفته بودن یه تیکر رو. خیلی خوشگل بود خیابونش، اصلا فضا رویایی، پر گلای صورتی، چراغای خوشگل. یکم حالا با من قدم بزنید اینجا. اینجا دارن فیلم میسازن. میگه که فیلم اسمش اسپایه. دارن فیلم میسازن اینجا. چه باحال. اینجا هم همون فیلم رو دارن ضبط میکنن. این برشه. این ساختمونی که میبینید اسمش پنتئونه، به معنای آلگات، که یکی از قدیمی ترین بناهایی که اونجا وجود داشت، که از سال 609 میلادی اینو دیگه منصوب کردن به مریم مقدس، ولی خب قدیما یه معبد و اینا بوده. اینا دارن با هم بای بای میکنن. خوشگل که میبینید بزرگترین آمفی‌تئاتر دنیاه که یکی از عجایب هفت‌گانه جهان هم هست. کولوسئوم که حدود 1500 سال قدمت داره، کلا معروف به این که نبرد گلادیاتورا توش رخ میداده و اعداما اینجا انجام میشده، اونم با آزاد کردن حیوانای وحشی. چون شب بود ما حسابی خسته بودیم و از صبح راه رفته بودیم، نرفتیم داخلش، فقط میخواستیم بیایم و یه نمایی تو شب ازش ببینیم، چون شنیده بودیم تو شب خیلی دیدنیه، که واقعا هم دیدنی بود، واقعا بنای بزرگیه. ممنون که تا اینجای ویدیو با من بودید. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. و اینکه ولاگ من تموم نشده، منتظر قسمت دومش باشید. دوستتون دارم. بای.